بسم الله الرحمن الرحیم. سلام، وقت عزیزان بخیر. میخوایم عبارت جبری و اتحادها رو از به بسم الله شروع کنیم، از آغازش بیایم برسیم به اتحادها و مشکلاتی که عزیزان توی اتحادها دارن برطرف کنیم. ببینید، خانواده شما در هفته 3 کیلو سیب مصرف میکنه. قیمت سیب متغیره، یه روز سیب کیلویی 5000 تومانه، یه هفته کیلویی 7000 تومانه، یه هفته کیلو 10000 تومانه. دائما این عدد داره چی میشه؟ تغییر میکنه. خب ما به جای اینکه اینجا نمیدونیم چه عددی بذاریم، این عدد دائما داره تغییر میکنه، میام از حروف انگلیسی استفاده میکنیم. این ای ما میشه متغیر ما، اون عددی که دائما داره تغییر میکنه. خیلی ها این مفهوم پایه‌ای و کلید عبارت جبری رو یاد نگرفتن، بعد تو درس عبارت جبری و اتحاد و اینا دوچار مشکل شدن. الان من اینو دارم خدمتتون میگم، خوب دقت کنید. اگر سیب باشه کیلوی 2000 تومن، یعنی ای ما 2000ه، یعنی 3 ضرب در 2000 میشه 6000 تومن. اگر سیب باشه کیلو 5000 تومن، 3 ضرب در 5000 میشه 15000 تومن باید پول سیب بدیم. پس دائما داره این عدد تغییر میکنه. پس اینو به شکل یک عبارت نشون میدیم، میشه یک عبارت جبری یک جمله‌ای. حالا یه بار ما 3 کیلو سیب میخریم به اضافه 4 کیلو انار میخریم، شد یه عبارت چند جمله ای؟ دو جمله ای. آقا جواب این چی میشه؟ این جواب نداره، این یه عبارت دو جمله ایه. جوابش بستگی به قیمت سیب و انار داره. قیمت سیب و انار رو میذاریم، ضرب میکنیم، بعد با هم جمع میکنیم، وگرنه این همینجوری میمونه. A و B هر عددی میتونن باشن. پس این مفهوم عبارت جبری، که مقدار عددی عبارت جبری هم به جای A و B میگفتن عدد میذاشتید و حساب میکردید. توی محاسبات عبارت جبری ما 4 تا عمل هستی داریم: جمع و تفریق و ضرب و تقسیم. جمع و تفریق رو که دیگه بلد بودید، مثلا عبارت 2x به اضافه 5y رو میگفتن به اضافه 3x منهای 7y بکنیم. خب چجوری اینو حساب میکردیم؟ میگفتیم پرانتزا رو برمیداریم، مثبت علامت ها رو تغییر نمیده، پس میشد 2x به اضافه 5y به اضافه 3x منهای 7y. بعد می اومدیم جملات متشابه، یعنی جملاتی که شبیه هم بودن، حروفشون، قسمت حروفیشون و توانشون هم این هم بود، اونا رو به هم ساده می کنیم. 2x رو با 2x با 3x ساده می کنیم، متشابهن. 2 کیلو سیب خریدیم، 3 کیلو دیگه هم خریدیم، میشه چند؟ 5 کیلو سیب. خب 5y منهای 7y همون جریان اعداد سعی، 5 تا گل زدیم، 7 تا گل خوردیم، تفاضل گلمون میشه -2y. آیا اینجا میشه y به توان 2؟ نه. اشتباهی که خیلی ها میکنن، این ساده کردیم، 2 تا x با 3 تا x میشه 5 تا x، نه x به توان 2، ضرب که نکردیم. پس این از جمع. اگر تفریق بود چی؟ اگر به جای اینکه اینجا جمع باشه تفریق بود، میگفتیم این دوتا عبارت رو میخواییم از هم کم کنیم. عبارت اول رو مینوشتیم، منفی نماد قرینه بود، یعنی عبارت دوم باید همه جملاتش رو قرینه کنیم. پس منفی پشت عبارت نماد قرینه است، تمام جملات رو قرینه. حالا بعضی میگفتن یه 1 میذاریم منفی 1 رو ضرب میکنیم، فرقی نمیکنه. پس میشه منفی 3x مثبت 7y. اشتباه خیلی از دوستان اینه که اولی رو قرینه میکنن، دومی رو یادشون میره. اینو خواهشن دقت کنید. حالا نگاه کنید، 2x با منفی 3x متشابه، 2 تا گل زدیم، 3 تا خوردیم، تفاضل گل میشه -1x. ولی منفی 1x قشنگ 1ش هم ننویسید، بنویسید -x.
5 ایگرگ با 7 ایگرگ هم میشه 12 ایگرگ. پس جواب عبارت شد منفی x به علاوه 12 ایگرگ. این از جمع و تفریق. میریم سراغ ضرب. تقسیم و فعلا ما کار بهش نداریم، اینا رو سال نهم خوندید انواع تقسیم و با ضرب کار دارم، چون میخوام اتحادا رو یادتون بدم. ما 3 نوع ضرب داریم: ضرب یک جمله در یک جمله، یک جمله در چند تا جمله، چند جمله‌ای در چند جمله‌ای. من از این 3 تا حالت مثال زدم. دوستان دقت کنید، 2 ضرب در 3 x میدونید مثل چی میمونه؟ من میخوام 2 رو ضرب در 3 x، در واقع همون 3 ضرب در x. 3 کیلو سیب خریدم، کیلوی x تومن، یعنی 3 x یعنی 3 ضرب در x. اون تا قرارداد کردیم این ضرب رو برداریم. خب آقایون الان 2 و 3 رو میتونیم ضرب کنیم. 2 3 تا میشه 6 تا، 6 ضرب در x همون میشه 6 x. پس این شد 6 x. پس قسمت های عددی در هم ضرب میشه. خب حالا منفی 2 x رو میخوام در 3 x ضرب کنم. ببینید منفی 2 x یعنی منفی 2 ضرب در x. ضرب در 3 x، 3 x هم یعنی 3 ضرب در x. حالا نگاه کنید، عددا میتونه ضرب خاصیت جابجایی داره. 3 رو بیاریم این بر با منفی 2 در هم ضرب کنیم، منفی در مثبت میشه منفی 6 x ضرب در x. طبق قاعده اعداد تواندار، پایه ها با هم برابره، توانا رو با هم جمع میکنیم میشه x به توان 2. پس میشه منفی 6 x به توان 2. این ریشه‌ای و پایه‌ای دارم میگم، بدونید چه اتفاقی داره میفته. از اولش دارم عبارت جبری رو میگم، بعد میرم سراغ اتحاد. پس این میشه منفی 6 x به توان 2. خب یه ضرب یک جمله‌ای در یک جمله‌ای دیگه مثال زدم. با تعجب این توضیحی که دادم و مفهومش رو گفتم، منفی 3 در 4 ضرب میشه، میشه منفی 12 x در x ضرب میشه، میشه x به توان 2. y هم می‌نویسیم. یعنی اگر شما حوصله داشته باشید مثل این بنویسید، می‌بینید همین اتفاق افتاد. پس قسمت‌های عددی در هم ضرب میشه، علامت‌ها در هم ضرب میشه، حروف هم در هم. میریم سراغ ضرب یک جمله در چند جمله. خب این یک جمله‌ای در 3 جمله‌ای داره ضرب میشه. 1 3 تا 3 تا 3 تا جمله از این بعد بیاد بیرون. ببینید دوستان، اگر یه نفر بیاد به کلاس شما بخواد شکلات بده، کیک بده، نوش جان کنید، اگر به 5 نفر بده به یه نفر نده ناراحت میشه. این 2x که میخواد پخش بشه همون شکلات است. 3 نفر داریم بعد به 3 نفرشون بده، یعنی پخشش میکنه تو عبارت. خب 2x ضرب در 3x میشه 6x به توان 2. الان اینجا یاد گرفتیم 2x ضرب در 3x میشه 6x به توان 2، دلیلش هم گفتیم. 2x ضرب در 4y میشه مثبت 8xy. 2x ضرب در 4 میشه 8x، هم ضرب در y میشه xy. 2x ضرب در منفی 1 میشه منفی 2x. تموم شد و رفت، 3 تا جمله از توش اومد بیرون. شما وقتی این قواعد و پایه‌ای و اصولی و مفهومیات بگیرید، سخت‌ترین سوالات رو جواب میدید. الان میرید اتحادام چیزی نبود، اتحاد و تجزیه کاری نداره که. شما این چیزای پایه‌ای رو نمیدونستید، تو اونا دوچار مشکل شدید. خب حالا ببینید، ضرب دو جمله در دو جمله. من میخوام توی کلاسمون کیک تقسیم کنم، ساندیس هم تقسیم کنم. اول میام به همه یکی یه دونه کیک میدم، بعد میام دوباره به همه یکی یه دونه ساندیس میدم. اینجا x رو در این عبارت ضرب میکنم، کیک رو پخش میکنم، کاری به 3 ندارم. x ضرب در x میشه x به توان 2. x ضرب در منفی 4 میشه منفی 4x. مثبت در منفی منفی، 4 ضرب در x یا x ضرب در 4 فرق نمیکنه، میشه 4x. ضریب عددی رو پشتش میذاریم به جای جلوش. خب میریم حالا سراغ ساندیسا. 3 رو پخش میکنم،
سه ضرب در x مثبت در مثبت میشه مثبت 3x، مثبت 3 ضرب در منفی 4 مثبت در منفی میشه منفی 12. دوستان ببینید عبارت 4 جمله ای از توش در اومد، دو دو تا 4 تا، ولی این 4 جمله نیست، باید تا حدی که میشه سادهش کنیم. خب چجوری سادهش کنیم؟ x به توان 2 توی نیروهای نظامی اونی که درجهش بیشتره بهش بیشتر احترام میذارن، هرچی درجه ها قپا میره بالاتر احترام بیشتر میشه. توی عبارتهای جبری اونایی که درجهشون بیشتره احترامشون واجبتره. الان توی اینا کدوم درجهش بیشتره؟ درجه همون توان ایکسه. مثلا به ما میدن 5x به توان 3، این عبارت نسبت به x درجه چنده؟ 3. اگر دادن 7x به توان 4 y به توان 5، این عبارت نسبت به x درجه 4ه، نسبت به y درجه 5ه، نسبت به کل جملات میشه جمع اینا درجه 9ه. پس نسبت به x درجه 4ه، نسبت به y درجه 5، نسبت به کل جملات، کل مجهولامون میشه چی؟ درجه 9. پس اینم از اینجا میدونیم. پس الان این درجه 2ه، این درجه نداره 1ه، این درجه 1ه که حالا 1 رو نمیذاریم. اینم 12 خالی هم درجه 0ه. عدد خالی مثلا 5 میگن درجه چنده نسبت به x، این در واقع x به توان 0 بوده، یعنی درجه 0ه. اعداد خالی میگیم درجه شون 0ه. پس درجه 2، درجه 1، درجه 1، درجه 0. چون هر عددی به توان 0 میشه 1، ضرب در 5 میشه همون 5 خودمون. 7 نسبت به y درجه چنده؟ به جای y میذاریم y به توان 0، این همون 7 خودمونه، درجه 0. پس اعداد خالی که ضریب مجهول قرار نگرفتن نسبت به یه مجهولی درجه 0 میشن. خب حالا چرا اینو من گفتم؟ باید اینجا احترام رو رعایت کنید، احترام بزرگتر، اونی که درجهش بزرگتره. حتی جمع خاصیت جا به جایی داره، ولی عادت کنید احترام بذارید. خب منفی 4x با مثبت 3x میشه منفی 1x، این یکش هم میتونید نذارید، منفی 12 هم خودش می‌نویسیم. پس دوستان ضرب دو جمله در سه جمله بود. یه مثال دیگه میزنم ضرب دو جمله در سه جمله باشه. خوب دقت کنید. مثلا ای به علاوه بی در ای به توان 2 منهای ای بی به علاوه بی به توان 2. میخوام اینو ضرب کنم. اول میام کاری به بی ندارم، ای رو توی این عبارت پخش میکنم. پس کاری به بی فعلا نداریم، شکلاتمونو پخش میکنیم تو کلاس. خاصیت پخشی ضرب نسبت به جمع، ای ضرب در ای به توان 2 پایه ها برابر این توان نداره، توانش 1ه، 1 و 2 رو جمع میکنیم میشه ای به توان 3. پس قواعد اعداد توان دارم باید خوب بلد باشیم که تو فیلم های قبلی براتون توضیح دادیم. ای ضرب در منفی ای بی مثبت در منفی میشه منفی، ای ضرب در ای میشه ای به توان 2، بی هم می‌نویسیم میشه ای به توان 2. ای ضرب در بی به توان 2 میشه مثبت ای بی به توان 2. حالا دوستان میام چه کار میکنیم؟ کاری به ای نداریم، بی رو تو این عبارت پخش میکنیم. ضرب دو تا جمله در سه تا جمله است، دو سه تا شش تا جمله بعد ازش خارج بشه، بعد سادهش کنیم. خب بی ضرب در ای به توان 2 میشه ای به توان 2 بی. میگید آقا نیازی این بی ضرب در ای به توان 2ه. بچه ها ایکس ضرب در ایگرگ با ایگرگ ضرب در ایکس فرقی نمی کنه، 7 ضرب در 5 با 5 ضرب در 7 فرق نمی کنه. ما عادت کردیم اول ای رو بنویسیم، فرقی نمی کنه. بی ای به توان 2
با ای به توان دو بی فرق نمی کنه، چون بینشون ضربه، علامت نیست ضربه، پس فرقی نداره. پس این شد چی؟ حالا این خط خوردگیه من پاکش کنم تمیز چه؟ مثبته ای به توان دو بی. حالا بی و ضرب در این میکنیم، بی و ضرب در این میشه منفیه ای بی به توان دو، منفیه ای بی به توان دو. حالا چه کار کنم؟ عدد بی و ضرب در بی به توان دو میکنم. بی ضرب در بی به توان دو پایه ها برابر توان ها رو جمع کنیم میشه بی به توان سه. حالا دوستان خوب دقت کنید، جملاتی که متشابهه میخواییم با هم ساده کنیم. ای به توان سه متشابهش رو ندارم، خودش رو مینویسم. این منفی ای به توان دو بی با مثبت ای به توان دو بی قرینه هم دیگن. این در واقع یه دونه ای به توان دو، اینم منفی یه دونه ای به توان دو، مقدارشون هر چقدر باشه قرینه هم دیگن. خب اینا با هم ساده میشن، پس این با این حذف میشه میره. خب دوستان ببینید، ای بی به توان دو، الان توان دو مال بیه، ای بی به توان دو، این دوتا با هم قرینن، این دوتا با هم ساده میشن، پس اینم با این رفت. چی موند؟ یه بی به توان سه. پس جواب این عبارت کلن شد ای به توان سه علاوه بی به توان سه. حالا بعدن به شما میگیم که این اتحاد چاق و لاغره یا مجموع مکعبات دو جمله است. پس ببینید ضرب سه تا حالت داشت، سه تاشو با هم دیگه مرور کردیم، حالا بریم سراغ اتحادها. اولین اتحادی که ما داریم اتحاد مربع مجموع دو جمله است. حالا این اتحاد چیه؟ شکل هندسیشو بگیم، خیلی خیلی ساده است، هیچی نداره اتحاد، آب خوردن. بچه ها اولی چیزی که من اصلا کار به این شکل ها نهارم، کار به اتحاد نهارم، به ما گفتن ای به علاوه بی به توان دو. اگر به ما بگن هفت به توان دو چه کار میکنیم؟ هفت رو ضرب در هفت میکنیم. 18 به توان دو 18 رو ضرب در 18 میکنیم. یه پرانتز به توان دو، یعنی اون پرانتز رو دو بار در خودش ضرب میکنیم. الان این جریانش همینه، عبارت ای به علاوه بی به توان دو یعنی این عبارت رو دو بار در خودش ضرب کنم، میشه ای به علاوه بی ضرب در ای به علاوه بی. همین الان من ضرب دو جمله‌ای در دو جمله‌ای رو یادتون دادم، چه کار میتونم بکنم؟ ای رو میام کاری به بی ندارم، ای رو پخش میکنم، میشه ای به توان دو به علاوه ای بی. حالا کاری به ای ندارم، بی رو پخش میکنم، بی ضرب در ای میشه همون ای بی، یا بی ای گفتیم ای بی با بی ضرب در ای فرقی نداره. بی ضرب در بی هم که میشه بی به توان دو، درسته؟ بی ضرب در بی پایه ها برابر توان ها رو جمع کنیم میشه بی به توان دو. حالا دوستان اینو ساده میکنیم، این مساوی است با ای به توان دو، این ای بی با این ای بی میشه ای به توان دو بی به توان دو، یا دو تا ای بی. خوب فکر کنید، جمع اشتباهی که خیلی از بچه ها میکنن، نکته بسیار مهم، x به علاوه x با x ضرب در x خیلی فرق داره. بچه ها اکثر شما ها که اشتباه میکنید اشتباهتون اینجاست، x به علاوه x میشه دو تا x، یه دونه x و یه دونه x میشه دو تا x، یه دونه هندوانه با یه دونه هندوانه میشه دو تا هندوانه. اما این x ضرب در x پایه ها برابره، طبق قاعده توان توانا رو جمع کنی میشه x به توان دو، خیلی فرق میکنه. 5 به علاوه 5 میشه 10، ولی 5 ضرب در 5 میشه 25، خیلی فرق میکنه.
این پنج به علاوه پنج همون دو تا پنج تاست، جریان همینه. پنج ضرب در پنج همون پنج به توان دوه که میشه 25. پس این دو تا نکتر اشتباه نکنید. اشتباهی که خیلی بچه ها میکنن الان دوستان ببینید، این ای بی به علاوه ای بی یعنی یه دونه ای بی با یه دونه ای بی میشه دو تا ای بی. این نکته مهمیه که دوستان باید توجه کنن. این بی به توان دورم خودشو می‌نویسیم. حالا دوستان خوب دقت کنید، جواب این عبارت شد این، یعنی ای به علاوه بی به توان دو شد ای به توان دو به علاوه دو تا ای بی به علاوه بی به توان دو. این عبارت شبیه اینه، اتحاد کلمه عربیه یعنی همشکل، مساوی، عین هم. یعنی این عبارت با این عبارت هیچ فرقی نداره. شما به جای ای و بی هر عددی دوست دارید بذارید سمت چپ معادلتون با سمت راستتون، چون یعنی معادل است یه تساوی، سمت چپ با سمت راست دقیقا مساوی میشه. اعداد مختلفی رو برای ای و بی امتحان کنید میبینید یکی میشه. حالا ما این کار رو ای وقت کردیم انجام میدیم. اما نماد هندسی، شکل هندسیش چیه؟ میخوایم ثابت کنیم واقعا ای به علاوه بی به توان دو میشه این. من اومدم یه مربع کشیدم، میله نداشتم، یه میله ای سانتی داشتم، بعد یه میله قرمزنگ 20 سانتی. اینا رو اومدم به هم جوش دادم، دو تا میله رو به هم جوش دادم. اینم همینطور، یه میله ای سانتی یه میله 20 سانتی به هم جوش دادم، این ضلع مربع ساخته شد. پس ضلع مربعمون میشه ای به علاوه 20 سانت، اینم میشه ای به علاوه بی. یعنی برای پیدا کردن مساحت این مثلث باید ای به علاوه بی رو که این ضلعمه دو بار در خودش ضرب کنم. مگه مساحت مربع مجذور یک ضلع بود؟ مثلا شما یه مربع داشتید ضلعش 7 بود، 7 رو ضرب در 7 میکردید یا 7 رو به توان 2 میرسوندید که میشد 7 × 7 = 49. اینجا ما باید برای پیدا کردن مساحت این مربع این ضلع رو ضرب در این ضلع کنیم. پس مساحت مربع ما میشه چی؟ ای به علاوه بی به توان 2. چرا ای به علاوه بی؟ یه میلمون ای سانته، میلمون 20 سانت. ای به علاوه بی میشه اندازه ضلع مربع. خب این ضلع هم با اون برابر میشه ای به علاوه بی. نها کنید، خب این دوتا رو باید در هم ضرب کنیم، ای به علاوه بی رو دو بار در خودش ضرب کنیم. ما میخوام ببینیم رو شکل چی میشه. بچه ها ببینید، من میام اینو به این عمود میکنم، اینم به این عمود میکنم، 4 تا 4 ضلعی درست شد، 2 تاش مربع 2 تاش مستطیل. مساحت هر کدوم رو توش مینویسم. بچه ها این مربعی که اینجا درست شده مساحتش چی میشه؟ ای ضرب در ای که میشه ای به توان 2. مساحت این مستطیله عرضش بیه، طولش ایه. ببینید این که ایه، اینم ایه، ای ضرب در بی، طول ضرب در عرض که میشه ای بی. یه مستطیل هم اینجا داریم، یه ضلع مستطیلمون بیه، یه ضلعش ایه، چون این ایه اینم ایه، پس میشه ای ضرب در بی یا بی ضرب در ای، فرق نمی‌کنه. یه مربع اینجا داریم اندازه این که بیه، پس ضلعی مربعمون هم بیه، بی ضرب در بی یعنی یک ضلع ضرب در خودش میشه بی به توان 2. حالا دوستان ببینید، من الان اینا رو میخوام اینجا جلوی این بنویسم. چی دارم؟ یه دونه ای به توان 2 اینجام داشتم، 2 تا ای بی دارم اینجام داشتم، یه دونه بی به توان 2 اینجام داشتم. پس هیچ فرقی نکرد، علاوه هندسی و شکلم دیدیم همون در میاد. پس میشه ای به توان 2 یه دونه ای بی اینجا داریم، یه دونه ای بی، این دوتا مستطیل با هم مساحتشون برابره، 2 تا ای بی هم اینجا داریم، یه دونه بی به توان 2 هم که اینجا داریم.
پس تمام عبارت هایی که شبیه این باشه همین اتفاق براش میفته. به این میگیم اتحاد مربع مجموعه دو جمله. شما مفهوم اینو یاد بگیرید، بقیه اتحادا هم با پیش‌فرض این به خوبی یاد میگیرید، پس هیچ کاری نداره. برای اینکه خوب یاد بگیرید یه مثال عددی میزنم. اتحاد یعنی همشه، یعنی این با این هیچ فرقی نمیکنه، اینا این همن. حالا من یه مثال عددی زدم، به جای A میخوام 5 بذارم، به جای B منفی 3، ببینم این طرف تساوی با این طرف مساوی میشه یا نه. خب توی این طرف به جای A میذارم 5، به اضافه به جای B چی میذارم؟ منفی 3. خب اینو حساب میکنیم به توان 2 هم که داره، 5 با منفی 3 میشه 2، 2 به توان 2 هم میشه چند؟ 4. جواب این شد 4. ببینیم اگر این 5 و منفی 3 رو تو اینم جایگزین کنیم جوابش 4 میشه یا نمیشه. امتحان میکنیم، به جای A میذاریم 5 به توان 2 به اضافه 2 ضرب در A ضرب در B، دوباره به جای A 5 به جای B منفی 3، سوال گفته دیگه، به اضافه B به توان 2 یعنی منفی 3 به توان 2. یه نکته، منفی 3 باید تو پرانتز باشه. چرا؟ بچه ها منفی 3 به توان 2 با قرینه 3 به توان 2 خیلی فرق میکنه. اینا نکات ریز ریاضی که بعد تا الان یاد میگرفتید. این یعنی عدد منفی 3 رو دوبار در خودش ضرب کنیم میشه مثبت 9، منفی در منفی مثبت. ولی این چی؟ این توان 2 فقط مال 3، یعنی قرینه 3 ضرب در 3 که میشه منفی 9. پس اگر منفی تو پرانتز نبود دیگه دوبار منفی در خودش ضرب نمیشه، فقط عدد 3 دوبار ضرب میشه. نکته یه که خیلی ها دقت نمی کنن. تو مقدار عددی چون بیو میخواید به توان 2 برسونید، بی شما منفی 3 باید تو پرانتز بذارید، اگه نذارید اینجوری میشه. خب حالا حساب میکنیم، این میشه 25 به اضافه اینا این حلقه های زنجیر ضرب، این حلقه های زنجیر به هم وصله، 2 5 تا 10 تا 10 3 تا 30 تا، علامتشو من زود گذاشتم 90 میذاشتم، مثبت در مثبت، مثبت مثبت در منفی، منفی 30. خب اینم که الان گفتم منفی 3 به توان 2 میشه مثبت 9، پس مثبت 9 رو هم میذاریم اینجا. 25 تا گل زدیم، 9 تا هم اینجا زدیم، 34 تا، 30 تا خوردیم میشه مثبت 4. ببینیم جوابمون با این یکی شد یا نه. ببینیم جوابمون عین هم شده، پس میفهمیم که این عبارت با این عبارت فرقی نمیکنه. به خاطر همین بهشون میگیم اتحاد، یعنی به اعضای جمعی مقادیر A و B. حالا من اینجا 5 و منفی 3 دادم، شما اعداد دیگه بذار، جواب این با این یکی میشه. پس هر جا اینو دیدید میتونید اینو بنویسید، هر جا اینو دیدید میتونید اینو بنویسید. خب حالا میخوایم به شکل تخصصی وارد اتحاد و تجزیه بشیم. تمام اینایی که میگفتم دوره درسای سال نهمتون بود و عبارت جبری های سال هفتم و هشتمتون. الان میخوایم وارد درس سال دهم بشیم و اتحاد رو یه خورده تخصصی کار بکنیم. بچه ها اینم تازه سال نهم خوندید، حالا کرونا بوده، مشکلاتی بوده، شاید خوب تمرین نکردید، یاد نگرفتید. خب عبارت اینو نگاه کنید، A به توان 2 رسیده، B هم به توان 2 رسیده، این وسط دو تا AB، دو تا مستطیل هم اندازه درست شده بود تو شکل دیگه، پس دو برابر ضربشون رو این وسط می‌نویسیم. الان همین کار رو برای این می‌کنیم. ببینید جمله اول به توان 2 میشه X به توان 2، جمله دوم به توان 2، 7 به توان 2 میشه 49. خب این وسط چی رو می‌نویسیم؟ این دوتا رو ضرب میکنیم، 7 ضرب در x میشه 7x، دو برابرش میکنیم میشه 14x.
پس دو برابر حاصل ضرب اینا. شاید شک کنید بگید آقا اینو با اتحاد رفتی شاید اگر ما ضرب کنیم یه چیز دیگه در بیاد. امتحان میکنیم، ضرب میکنیم، کاری نداره. ایکس رو پخش میکنیم میشه ایکس به توان دو به علاوه هفت ایکس. دوباره هفت رو پخش میکنیم میشه هفت ایکس به علاوه هفت، هفتا چل و نه تا. حالا کنید این ایکس به توان دو و 49 اینجا هست، یعنی اولی به توان دو، دومی به توان دو. این وسطیه یه خورده ذهن بچه ها رو به هم میریزه. بچه ها یه بار هفت ضرب در ایکس شد، یه بار ایکس ضرب در هفت، جفتش هفت ایکس به ما زاد. چند تا هفت ایکس درست میشه؟ دو تا هفت ایکس. به خاطر همین میگیم دو ای بی، یعنی دو برابر ضرب اینا که هفت ایکسه. پس میشه 14 ایکس. دو تا هفت ایکس میشه چی؟ 14 ایکس. حالا بعدی ها رو باید بهتر روونتر حل بکنید. میشه جمله اول به توان دو 4 ایکس به میشه 4 ایکس به توان دو. چرا؟ هم دو به توان رسید هم ایکس. ببینید دوستان، دو ایکس رو ضرب در دو ایکس کنید، دو دو تا میشه 4 تا، ایکس ضرب در ایکس هم میشه 4 ایکس به توان دو. یا بریم سراغ قاعده توان. دو ایکس یعنی دو ضرب در ایکس. وقتی میخواد به توان دو برسه، توان دو هم مال دو بود هم مال ایکس. به خاطر اینکه توانا برابر بود، یکی رو نوشته پایه‌ها رو درم ضرب کرده دیگه. پس برعکسش، توان دو هم مال دو هم مال ایکس. خب دو به توان دو میشه 4، اینم که میشه ایکس به توان دو. اینا نکاتیه که خیلی از بچه‌ها اشتباه میکنن. پس دو ایکس به توان دو میشه 4 ایکس. 5 هم به توان دو میشه 25. حالا این قسمتش، این دوتا رو درم ضرب میکنیم ای بی، دو پنج تا میشه 10 ایکس. دو برابرش میکنیم چون دو تا 10 ایکس درست میشه. مگه اینجا دو تا اف ایکس درست نشد؟ اینجا هم ضرب کنید دو تا 10 ایکس درست میشه، میشه 20 ایکس. تموم شد رفت. این سال ایکس به توان دو میخواد به توان دو برسه. ایکس به توان دو به توان دو. طبق قاعده توان، توانا در هم ضرب میشه، میشه ایکس به توان 4. به اضافه ضرب این دوتا میشه ایکس به توان دو، یه دونه ایکس به توان دو. دو برابرش میکنیم میشه دوتا ایکس به توان دو. یک هم به توان دو میرسه میشه یک. پس یه بار دیگه اتحاد مربع مجموعه دو جمله رو میگیم. جمله اول به توان دو، جمله دوم به توان دو. این وسط چی رو مینویسیم؟ دو برابر ضرب اینا رو، دو ای بی. برعکس اتحاد میشه تجزیه. خیلی از بچه ها تو تجزیه مشکل دارن. وقتی توی اتحاد و تجزیه مشکل داشته باشید، توی معادلات درجه دو دچار مشکل میشید، توی معادلات دارای عبارت‌های گویا دچار مشکل میشید، تو نسبت‌های مثلثاتی دچار مشکل میشید. پس شما باید اتحاد و تجزیه‌تون رو با تمرین‌های متوالی تقویت کنید، سطح علمیتون رو ببرید بالا، با تمرین کردن مشکلتون رو حل کنید. بچه‌ها عبارت ای به توان دو بلای دو، ای بی بلای بی به توان دو رو به ما داده. میگه این قبلش چی بوده؟ برگردونش به عقب. ما میگیم این قبلش چی بوده؟ بوده ای بلای بی به توان دو. به این کار میگیم تجزیه، به این کار میگیم اتحاد. پس اتحاد و تجزیه برعکس هم دیگن. توی اتحاد ما در گونی رو وا میکنیم، هرچی سیب زمینی پیازه میریزیم زمین، همه رو ضرب میکنیم پخششون میکنیم رو زمین. تو تجزیه میگیم این چه کاریه کردی؟ همه رو برگردیم تو گونی، دوباره همه رو جمع میکنیم توی گونی. پس اتحاد و تجزیه برعکس همن. از کجا میفهمیم؟ این جذر داره جذرش ایه، اینم جذر داره جذرش بیه که به توان دو رسیده. دو برابر ضرب اینا مینه. پس این بوده ای به علاوه بی به توان دو. الان من میخوام این عبارت رو تجزیه کنم، به شکل این بنویسم.
خب نگاه میکنم میبینم این جزء داره، جزءش میشه x، جزء 49 هم میشه 7، پس مینویسم x به علاوه 7 به توان 2. خب آقا نیازی مطمئنی این وسطی همینه؟ منم شک دارم. میریم امتحان میکنیم، ضرب این دوتا میشه 7x، دو برابرش میشه 14x، پس درسته، پس 2ab مونم درست در اومده، این 2ab مونه. یعنی الان اینو به توان 2 برسونی میشه این، اینو به توان 2 برسونی میشه این، این دوتا رو ضرب کنی میشه 7x، دو برابرش میشه 14x. خب این یکی رو میخوام تجزیه کنم، میگم این جزء داره، جزءش چیه؟ x. این جزء داره، جزءش چیه؟ 5. خب دو برابر ضرب اینا میشه 10x، پس درسته، تموم شد و رفت، x به علاوه 5 به توان 2. به همین راحتی میتونیم عبارت هایی که به ما میدن تجزیه کنیم. پس اتحاد و تجزیه مربع رو یاد گرفتید، اتحاد مربع مجموعه دو جمله رو، تجزیه هم که برعکسش شد. دومین اتحادی که شما یاد گرفتید اتحاد مربع تفاضل دو جمله که با اتحاد مربع مجموعه دو جمله فقط یه جاش فرق داره. خوب دقت کنید، من اینم خدمتتون بگم. این اتحاد مربع، مربع یعنی به توان دو برسونیم، شکلم که کشیدیم شکل اون مربع بود دیگه، اینجا اختلاف اونجا مجموعه دو جمله بود. اینا رو همه رو سال قبل کار کردید، من دیگه وارد هندسیش نمیشم چون وقت نداریم. اتحاد مربع تفاضل دو جمله میگه اولی به توان دو، دو جمله دوم به توان دو. الان فقط این وسط دو ای بیش منفی میشه. شما میگید آقا مگه میشه این بی منفی بود، چجوری شد این؟ اصلا به ما میگن این اتحاد رو اثبات کنید. ما چه کار میکنیم؟ میگیم سمت چپ مساویه، ای منهای بی به توان دو، ای منهای بی به توان دو. یعنی این عبارت رو دو بار در خودش ضرب کنم، میخوایم ببینیم به همین میرسیم یا نمیرسیم. خب ای رو پخش میکنم، ای ضرب در ای میشه ای به توان دو، ای ضرب در منفی بی مثبت در منفی ضرب میشه، ببینید اینو در این ضرب کنیم شد ای به توان دو، مثبت ای ضرب در منفی بی میشه منفی ای بی. حالا منفی بی رو پخش میکنم، علامت پشتش مال خودشه، منفی بی ضرب در ای میشه منفی بی ای یا ای بی، فرقی نداره. منفی بی ضرب در منفی بی، منفی در منفی میشه مثبت بی به توان دو. خب حالا اینو سادهش میکنیم، اینجا منفی یه دونه ای بی با منفی یه دونه ای بی متشابهه، اون دوتا هم که متشابه نداره خودش رو مینویسیم، پس میشه ای به توان دو منهای دو ای بی به علاوه بی به توان دو مساوی شد با سمت راست. پس سمت چپ با سمت راست برابر شد، این اثباتش میشه، اثبات ریاضیش میشه که ثابت کردیم این تساوی برقراره. پس ای منهای بی به توان دو برابره با ای به توان دو، منهای دو ای بی به علاوه بی به توان دو. اینجا هم که میدونید این منفی یه دونه با منفی یه دونه میشه منفی دو تا ای بی، دیگه قبلا هم گفتیم توان دو نمیشه، پس این اثباتش شد. پس اتحاد مربع تفاضل دوستان با مربع مجموع فقط توی مثبت و منفی فرقشه، اگه مثبت بود وسطی اینم مثبت میشد، اگه منفی بود وسطی این فقط منفیه، فرقشون همینه. پس عزیزان الان ما میخوایم دو تا مثال با هم دیگه حل کنیم، یه اتحاد یه دونم تجزیه، تجزیهش هم یاد بگیرید. خب x منهای 4 به توان 2، پس میشه x به توان 2، اینجا اتحاد بهمون گفت دیگه 4 هم به توان 2 میشه 16، جفتش هم مثبته، فقط 2ab مون عدد وسطی مون چیه؟ منفیه، این ضرب در این میشه 4x، دو برابرش میشه 8x،
تموم شد و رفت. اتحاد به همین راحتی بود. پس اتحاد مربع تفاضل دو جمله میگه اولی به توان دو، دومی به توان دو. این وسط هم این دوتا رو ضرب میکنیم، دو برابر میکنیم، علامتش هم که منفیه. حالا مثال دیگه هم خواستید براتون بزنم، ایه حالا دو ای منهای هفت به توان دو. خب دو ای به توان دو میشه چار ای به توان دو، هفتم به توان دو میشه 49. اینجا پس دو ای بیمون منفیه، این ضرب داره، این میشه 14 ای، دو برابرش میکنیم میشه 28 ای. تموم شده رفت، کاری نداره اتحاد. حالا تجزیه برعکسش، برعکس اتحاد اینه که ای به توان دو منهای دو ای بی به علاوه بی به توان دو رو بدن، بگن قبلش چی بوده، چه عبارتی بوده که دو بار در خودش ضرب شده یا به توان دو رسیده. میگیم یکیش ای بوده یکیش بی، منتها علامتش چی؟ چون دو ای بیش منفیه میذاریم منفی، اگه این مثبت بود میذاشتیم چی؟ مثبت. پس اتحاد مربع مجموع با تفاضل فقط فرقش توی یه منفیه و مثبته. اگه این مثبت باشه اینم مثبته، این منفی باشه فقط وسطی منفیه. خب اینو میخوایم تجزیه کنیم دوستان. الان تجزیه رو قبلش گفتم برای مربع مجموع، این جذرش میشه x، اینم جذرش میشه چند؟ 3. خب پس میگیم این یکیشون x بوده یکیشون 3، بینشون به اضافه بذارم یه منها، دو ای بیش منفیه، پس منها میشه به توان دو. تموم شد و رفت. الان اینو دوباره به توان برسونی میشه همین. پس برعکس اتحاد میشه تجزیه. این عبارت رو به راحتی تجزیه کردیم. دوستان شما سال نهم 5 تا اتحاد رو خوندید، یاد گرفتید. اتحاد مربع که دوتا بود، سه جمله ای هم داریم که این سه تا رو میتونیم یه خانواده فرض کنیم، اتحاد مزدوج و اتحاد یک جمله مشترک. خب اینا رو دیگه اثباتاشو خودتون انجام بدید. این به توان دو یعنی اینو دو بار در خودش ضرب کنید، ساده کنید، آخر به همین میرسید. اتحاد مزدوج اینو ضرب کنید، ساده کنید، به همین میرسید. حالا من مزدوج رو بگم. ببینید الان ای منهای بی رو در ای به علاوه بی میخوام ضرب کنم. یه نکته، اگه این مثبت بود خب همون میشد ای به علاوه بی به توان دو که میشد اتحاد مربع خودمون، ولی مثبت نیست. اگه جفتش منفی بود، جفتش منفی بود میشه ای منهای بی به توان دو که میشه همین، یعنی دو بار در خودش ضرب شد. توی اتحاد مزدوج یکیش منفی یکی مثبت، فرق نمیکنه کدوم اول باشه کدوم دوم، چون ضرب خاصیت جابجایی داره. خب من میخوام ثابت کنم این میشه ای به توان دو منهای بی به توان دو. خب میام پخش میکنم ببینم چی میشه. ای ضرب در ای میشه ای به توان دو، ای ضرب در مثبت بی میشه مثبت ای بی. حالا میایم سراغ منفی بی، منفی بی رو میخوام پخش کنم، منفی بی ضرب در ای میشه منفی بی ای یا ای بی، فرق نمیکنه. منفی بی ضرب در مثبت بی صفر نمیشه، ضرب، نگید قرینه است، منفی در مثبت منفی، بی هم ضرب در بی میشه بی به توان دو. حالا ببینید دوستان عبارت اگر جملات متشابه داره ساده میکنیم، برعکس دو تا اتحاد قبلی این ای بی ها قرینه هم دیگن، این مثبت یک ای بی، این منفی یک ای بی، قرینه است با هم ساده میشن. چی برامون میمونه؟ ای به توان دو با منفی بی به توان دو. پس به خاطر همین اتحاد مزدوج دو جمله تش در میاد، چون این جملات دیگه با هم هم علامت نیستن که جمشن این اتحاد مربع، یکیشون منفی یکی مثبت هست میشه. حالا چند تا مثال از این حل میکنیم. x منهای 4 در x به علاوه 4،
ای منهای هفت یا ای به علاوه هفت در ای منهای هفت که بدونید جا به جام دادن فرقی نمی کنه. خب دوستان ببینید این میشه ایکس به توان دو منهای 16، تموم شده رفت. چرا؟ میشه جمله اول به توان دو منهای، گفتیم اینجا بینشون منهاست دیگه، منهای جمله دوم به توان دو. حالا شاید بگید آقا ما قبول نداریم، شما بیا ضرب کن ببینیم همین میشه، امتحان میکنیم. من میام اینو پخش میکنم، ایکس ضرب در ایکس میشه ایکس به توان دو، ایکس ضرب در 4 میشه مثبت 4x. حالا منفی 4 رو پخش میکنم، منفی 4 ضرب در ایکس میشه منفی 4x، منفی 4 ضرب در مثبت 4 هم میشه منفی 16. حالا ببینید عزیزان این مثبت 4x با منفی 4x میره، چی میمونه؟ یه ایکس به توان 2 یه منهای 16. اتحاد کمکمون میکنه که این همه راه حل نریم، مستقیم به جواب برسیم، چون تجربه‌مون رو بردیم بالا، نمونه های شبیه اینا رو حل کردیم، الان سرعت به کار اون میدیم. خب الان من برای پیدا کردن جواب این آیا لازمه 200 ضرب کنم؟ نه، میشه ای به توان دو منهای جمله دوم به توان دو، هفت به توان دو هم که میشه 49، تموم شد. پس اتحاد مزدوج همیشه دومی بینشون منهاست، یعنی دومی منفیه، اینو دقت کنید. خب حالا برعکس این میشه تجزیه. دوستان ای به توان دو منهای 49 رو به ما داده، میدید مثل چی میمونه؟ مثل اتحادی میمونه که به شما داده باشن ای به توان دو منهای بی به توان دو رو داده باشن، بگن برگرد به عقب ببین چی بوده. میگیم این بوده ای منهای بی در ای به علاوه بی. این کار میشه تجزیه. پس برعکس اتحاد میشه چی؟ تجزیه. خب میگیم چی بوده که دو بار در خودش ضرب شده این؟ میبینیم این جذرش میشه ای، جذر اینم میشه هفت. یه عبارتمون ای منهای هفت بوده، یه عبارتمون ای به علاوه هفت بوده. ببینید برعکسش هم رفتم که دوستان خوب دقت کنن یاد بگیرن. یه عبارت الان به شما دادم که با کمک اتحاد مزدوج حل میشه، خوب دقت کنید. بعد دو تا تجزیه هم دادم که با کمک اتحاد مزدوج حل میشه. بعد این بریم سراغ اتحاد یک جمله مشترک که درسای نهممون خوب دوره بشه، خوب یاد بگیرید. بعد بریم چهار تا اتحاد بعدی رو هم بهتون بگیم. خب دوستان ما میدونیم مسائل پیچیده رو تبدیل به چند تا مسئله ساده میکنیم. الان لازم نیست اینا رو تو بازی شرکت بدیم، فعلا کاری به اینا نداریم. ضرب این دوتا چه اتحادی رو به ما میده؟ ببینید ایکس منهای دو ایکس به علاوه دو، میبینیم شبیه اینه، متحد اینه، اتحادش به این مربوط میشه، به اینا ربطی نداره. پس قیافه و ظاهر شبیه اینه، پس میشه اتحاد مزدوج. پس جواب این میشه اولی به توان دو منهای دومی به توان دو، یعنی منهای 4. خب این رفت. حالا ببینید این ایکس به توان دو منهای 4 رو من اینجا می نویسم در ایکس به توان دو به علاوه 4 در ایکس به توان دو به علاوه 16، یعنی اینو آوردم این پایین نوشتم. خب حالا دوستان ببینید این دوتا با همدیگه چه اتحادی درست کردن؟ اتحاد مزدوج. این دوتا این همه، این دوتا هم این هم، نگاه کنید این دوتا مثل هم، این دوتا مثل هم، بین یکیشون مناس یکیشون هم جمع. پس شد مزدوج چی میشه؟ میشه ایکس به توان دو به توان دو که میشه ایکس به توان 4. ببینید ایکس به توان دو به توان دو، توانا در هم ضرب میشه، میشه ایکس به توان 4. پس این شد ایکس به توان 4. منهای 4 هم به توان 2، 4 4 تا 16 تا. پس جواب اینم شدیم. خب حالا چه کار کنم؟ این باید در این ضرب شه. میام اینجا می نویسم ببینم چه کارش باید بکنم.
این صورت مسئله بچه ها، این صورت مسئله باید 4 باشه. من حواسم نبوده، طراح سوال یه لحظه دقت نکرده. خب x به توان 4 منهای 16 در x به توان 4 به علاوه 16. پس این از اول سوال توانش چی بوده؟ 4 بوده. من حواسم نبود تو طراحی سوال بی‌دقتی کردم. این توانش 4 بوده از اول، ما دست بهش نزدیم. خب حالا اینو بعد در این ضرب کنیم، اینجا نوشتیم. چه اتحادی دوباره درست شد؟ مزبط. چرا؟ چون این شبیه اینه، اینم شبیه این منها جمع. پس میشه x به توان 4 به توان 2، توانا درم ضرب میشه، میشه x به توان 8. منهای 16 به توان 2، 16 ضرب در 16 میشه 256. یا 16 به توان 2 هم بذارید اشکال نداره. پس شد x به توان 8 منهای 256. خب عبارتی که به ظاهر سخت بود چقدر راحت با حوصله با کمک اتحاد جوابشو به دست آوردیم. بریم سراغ تجزیه. میخوایم یه تجزیه هم انجام بدیم که اینم نسبت به تجزیه های قبلی که علمی کنیم یه خورده حالا کار بیشتر میبره. سخت که نیست بچه ها. این جذرش میشه x به توان 2، جذر y به توان 4 هم میشه y به توان 2. پس این دو تا پرانتز بوده، یکیش x به توان 2 بوده، یکیش هم y به توان 2. بینشون یکیش منها یکیشون جمع. پس بوده x به توان 2 منه y به توان 2 در x به توان 2 به علاوه y به توان 2. این نگاه کنید شبیه همینه، دوباره هم تجزیه میشه. الان اصطلاحا میگیم تجزیه ما ناقص کامل نیست، تا جایی که میشه توی عبارت ها وقتی میگن تجزیه کنید یا نیاز به تجزیه داریم تا حد امکان باید تجزیهش کنیم. x به توان 2 منه y به توان 2 این چی بوده؟ بوده x منهای y در x به علاوه y. این بوده. خب اینم خودشو می نویسیم در x به توان 2 به علاوه y به توان 2. ضرب سه تا عبارت شد. آقا نیازی x به توان 2 به علاوه y به توان 2 تجزیه نمیشه؟ نه. به کدوم یکی اینا شبیه؟ اگه بینشون منها بود تجزیه میشد. این همین جوری میمونه، کاری بهش نداریم. شد ضرب سه تا عبارت. اگر اینم به ما بدن تجزیه کنیم به شکل ضرب 4 تا عبارت میتونیم بنویسیمش، برعکس این رایی که اومدیم برگردیم به عقب. خب بریم سراغ این x به توان 8 منهای 1. میگیم بچه ها این چی بوده؟ x به توان 4 منهای 1 در x به توان 4 به علاوه 1. چرا؟ جذر x به توان 8 میشه x به توان 4، جذر یک هم میشه خود یک. پس بوده x به توان 4 منهای 1 در x به توان 4 به علاوه 1. اتحاد مزدوج. وقتی بینشون منهاست مزدوجه دیگه، تواناشون هم زوجه. این یک میتونی توان 8 بهش بدی اشکال نهره، یک به هر توانی برسه میشه یک. آقا این دوباره تجزیه میشه، چی مینویسیم اینو؟ مینویسیم x به توان 2 منهای 1 در x به توان 2 به علاوه 1. اینو جای این نوشتیم، تجزیهش کنیم میشه این. الان اینو با اتحاد مزدوج به دست بیاری دوباره همین به دست میاد، فرقی نمیکنه که. خب اینو چه کار کنیم؟ اینم خودشو مینویسیم، با خودمون میبریم جلو. آقا بازم میشه تجزیه کرد؟ بله. من آره برای اینکه نره قاطی اونا بشه زیرش مینویسم. بچه ها این چی بوده؟ x منهای 1 در x به علاوه 1. x به توان 2 منهای 1 به توان 2 که میشه 1. خب بقیهش چی آقا نیازی؟ بقیهش هم قطاری پشت سرش مینویسیم. شد ضرب 4 تا عبارت. به همین راحتی تونستیم این عبارت رو تجزیه کنیم. آخرین اتحادی که امروز میخوام بهتون بگم که 5 تا اتحاد رو با هم دوره کرده باشیم، 4 تاش هم میمونه برای جلسه آینده،
اتحاد یک جمله مشترکه که مهمترین و پرکاربردی ترین اتحاده که اکثر دانش آموزا باش مشکل دارن. دوستان دقت کنید، من میخوام هم علاوه هندسی رو اثبات کنم هم ریاضی. خب من یه مستطیل درست کردم، این زلش ایکس سانته، این زلش هم ایکس به علاوه بی. یعنی نگاه کنید دو تا میله رو به هم جوش دادم، یه میله ایکس سانتی، یه میله ای، یعنی طول این مستطیل میشه ایکس به علاوه ای. عرضش یه میله ایکس سانتی رو به یه میله بی سانتی چسبوندم، جوش دادم، از عرضش میشه ایکس به علاوه بی. یعنی برای پیدا کردن مساحت این مستطیل ما باید طول و ضرب در عرض کنیم. طول چیه؟ ایکس به علاوه ای. عرض چیه؟ ایکس به علاوه بی. پس مساحتمون، مساحت مستطیلمون میشه ایکس به علاوه ای در ایکس به علاوه بی. تا اینجا درسته دوستان؟ میخوایم ببینیم چرا سال نهم بهمون گفتن جوابش میشه این، هم روی شک ببینیم هم علاوه ریاضی اثباتش کنیم. خوب دقت کنید ببینید عزیزان، من میام اینو از اینجا به این عمود میکنم، از اینجا به این عمود. یه مربع درست شد با سه تا مستطیل، مساحت هر کدومو توش مینویسیم با هم دیگه. ببینید این مربع زلش ایکس، مساحتش میشه ایکس ضرب در ایکس، میشه ایکس به توان دو. این مستطیل این زلش ای، این زلش ایکسه، یعنی یک زل طول ضرب در عرض، ایکس ضرب در ای، میشه ای ایکس یا ایکس ای، فرقی نمی. این مستطیل این زلش بیه، این زلش نگاه کنید ایکس، میشه بی ضرب در ایکس. این تا اینجا، این که بیه اینم میشه بی، این که ای اینم میشه ای. برای پیدا کردن مساحت این بعد ای و بی رو در هم ضرب کنیم میشه ای بی. تا اینجا درسته دوستان؟ خب من میام از لحاظ ریاضیشم میگم بهتون، میگیم ایکس به علاوه ای رو میخوایم در ایکس به علاوه بی ضرب کنیم، ببینیم چه اتفاقی میفته. خب ایکس رو پخش میکنم، ای هم پخش میکنم، ایکس ضرب در ایکس میشه ایکس به توان دو، ایکس ضرب در بی میشه بی ایکس، ای ضرب در x میشه ای x، ای ضرب در b میشه ای b. این تا اینجا. حالا یه نگاه کنید ببینید، با این مقایسه کنید، این x به توان دو داره، اینم داره، این ای x داره، اینم داره، این b x داره، اینم داره، این ای b داره، اینم داره. پل علاوه هندسی دیدیم همونه. خب این چه جوری شده؟ این نگاه کنید x به توان دو رو خودشو می نویسم، تو این دوتا از یه x فاکتور می گیرم، از یه x فاکتور می گیریم، از این چی می مونه؟ b، از این چی می مونه؟ a. این a b رو هم خودشو می نویسم. پس اومدیم تو این دوتا جمله چون جفتشون x دارن از یه x فاکتور گرفتم. حالا شما بچه ها اینو با این مقایسه کنید، ای به علاوه بی با بی به علاوه ای فرقی نمی کنه که. این ایکس هم چه این ور پرانتز باشه چه اون ور ضرب باشه، یعنی اینو ما بنویسیم ای به علاوه بی ضرب در ایکس، این با این هیچ فرقی نمی کنه که، چون جمع خاصیت جا به جایی داره، ضرب هم خاصیت جا به جایی داره، ایکس رو میاریم. پس این همین عبارته. پس جواب این میشه چی؟ میشه ایکس به توان دو، یعنی به این میگیم جمله مشترک. اینم چیه؟ جمله مشترک، تو جفتشون یکیه. این ای و بی غیر مشترکه، جمله غیر مشترک، اینم جمله
غیر مشترک. ببینیم چه اتفاقی افتاده. مشترک به توان دو رسید. حالا غیر مشترک ها با هم جمع شده، چون یه بار میخواد A ضرب در X بشه، یه بار B ضرب در X. ببینید غیر مشترک ها رو جمع میکنیم، A و B رو ضرب در مشترک میکنیم، یه دفعه ضرب میکنیم، پس از یه X فاکتور گرفتیم. آخرم غیر مشترک ها رو در هم ضرب میکنیم، A B. پس اتحاد جمله مشترک میشه مشترک به توان دو، جمع غیر مشترک ها ضرب در مشترک، جمع غیر مشترک ها که با قرمز نوشتم ضرب در مشترک، در انتها غیر مشترک ها رو در هم ضرب میکنیم. دوستان یه مثال براتون میزنم، هم از روی شکل هم با کمک اتحاد یک جمله مشترک اینو به دست میاریم، تجزیه جمله مشترک رو میگیم و تمام میشه میره، هیچ کاری دیدید نداشت. الان یه مستطیل داریم، طولش از دو قسمت تشکیل شده، x به علاوه 5، عرضش از x به علاوه 2. خودمون به دست میاریم 4 تا قسمته، این 4 تا قسمت رو به دست میاریم با هم جمع میکنیم. x ضرب در x میشه x به توان 2، x ضرب در 5 میشه 5x، 2 ضرب در x میشه 2x، 2 ضرب در 5 هم میشه چند؟ 10. حالا بیایم با کمک اتحاد اینو به دست بیاریم ببینیم همون میشه یا نه. خب خوب دقت کنید، میشه طبق این رابطه ای که گفته مشترک به توان 2، پس میشه x به توان 2 به علاوه غیر مشترک ها رو جمع میکنیم، اینا غیر مشترک هاست، میشه 7، بعد ضرب در مشترک میکنیم میشه 7x. آخرم غیر مشترک ها رو گفته در هم چی کار کنیم؟ ضرب کنیم، 5 دوتا 10. یه چند تا تمرین کنید دستتون میاد. خب آقا نیاز این 3 جمله شد، اون که 4 تا جمله است، سادش میکنیم، کاری نداره. x به توان 2 رو مینویسم، یه 2x اینجا دارم، یه 5x اینجا دارم، مینویسم 7x. پس حالا میفهمید چرا 2 و 5 رو جمع کردید یه دفعه ضرب در x کردید؟ چون یه بار 2 ضرب در x میشه، یه بار 5 ضرب در x میشه. پس غیر مشترک ها رو جمع میکنیم، 2 و 5 میشه 7، یه دفعه ضرب در مشترک میکنیم. خب یه 10 اینجا داریم دیگه، پس این شد مساحت مستطیلمون، یعنی ضرب این دوتا، طول ضرب در عرض، مستطیل شد این. خب آقا اینم برامون حساب کن ببینیم چی میشه. x منهای 7 در x به علاوه 3 چی؟ مشترک x، پس میشه مشترک به توان 2. غیر مشترک ها رو جمع میکنیم، منفی 7 با مثبت 3 میشه منفی 4، ضرب در مشترک میکنیم. آخرم غیر مشترک ها رو در هم ضرب میکنیم، میشه منفی 21. 7 × 3 = 21، این منفی در مثبت منفی. خب این شد اتحاد. حالا تجزیهش چی آقا نیازی؟ اگر یه عبارت 3 جمله ای به ما داد، از کجا بفهمیم اتحاد مربع یا یک جمله مشترک؟ یک جمله مشترک 3 تا جمله از توش اومد بیرون، اتحاد مربع 3 تا جمله از توش در میاد. اگه منهام باشه که وسطی منفیه، از کجا بفهمیم کدومشه؟ هیچ کاری نداره، یه آزمایش ساده. ببین این جزء داره میشه x، ولی این جزء نداره. وقتی جزء نداره پس اتحاد مربع نیست، اتحاد یک جمله مشترکه. خب جمله مشترک از کجا بفهم چیه؟ جمله مشترک x بوده که به توان دو رسیده، غیر مشترک ها جمعش ضرب در x شده، پس چی میشه؟ جمله مشترک x بوده. حالا ادامه کار چه کار کنم؟ میرم دنبال دو تا عدد میگردم که جمعشون بشه 7، این جمعشونه این ضربشونه، جمعشون بشه 7 ضربشون بشه 10.
دو تا عددی که جمعشون بشه 7، خب 1 و 6 میشه، منفی مثلا 1 و 8 میشه. خیلی عدد داریم که جمعشون میشه 7. بهتره بریم سراغ ضربه. ضرب یا 1 10 تا میشه 10 تا، 1 و با 10 چجوری جمع و منها کنم بشه 7؟ نمیشه. ولی 2 5 تا میشه 10 تا، 2 5 جمعش میشه 7. پس یکیش 2 بوده، یکیش چی بوده؟ 5. حالا من برای اینکه عین این بشه مخصوصا اینو نوشتم، 5 رو اینجا میذارم، 2 رو اینجا، فرقی نمیکنه. ببینید این همین بوده، شده این، من اینو نوشتم تجزیهش کردم. پس دنبال دو تا عدد میگردیم که جمعشون بشه 7. این جمعشونه، جمع دو عدده، این ضرب دو عدده. خیلی راحت میتونیم اینجوری پیدا کنیم. به این سه تا عبارت هم نگاه کنید. این سه تا رو به ما دادن، گفتن تجزیه کنید. الان این سه جمله ایه، پس یا اتحاد جمله مشترک یا مربع. از کجا بفهمیم؟ این جز داره ولی این جز نداره، پس میشه جمله مشترک. و سلام، دو تا پرانتز میذاریم، جمله مشترکمون A بوده که به توان 2 رسیده. خب دنبال دو تا عدد میگردیم که جمعشون بشه منفی 5، ضربشون بشه 6. منفی 2 منفی 3، جمعشون میشه منفی 5، ضربشون هم منفی در منفی مثبت. از کجا سری گفتی؟ یه خود تمرین کنید پیداش میکنید. خب بریم سراغ شمارنده های 6. شمارنده های 6 1 و 2 و 3 و 6. 1 6 تا میشه 6 تا، 2 3 تا میشه 6 تا. 1 و 6 جمعش بخواد بشه منفی 5، ضربشون بشه 6، جور در نمیاد. ولی 2 و 3 جفتشون منفی بشه. کلن 4 تا عدد که بیشتر نهید، با اینا یه خورده بازی میکنید پیداش میکنید. میریم سراغ بعدی. این جز داره، اینم جز داره، ولی منفیه، پس نمیتونه اتحاد مربع باشه. اتحاد مربع فقط وسطیشون 2ABمون منفی بود. پس این اتحاد جمله مشترکه. جمله مشترک رو میذاریم X، چون به توان 2 رسیده شده این. 2 تا عدد که جمعشون منفی 3، ضربشون منفی 4. منفی 4 مثبت 1. فقط یا 2 2 تا شده 4 تا، یا 1 4 تا شده 4 تا. اگر جفتشون رو منفی 2 بذاریم، ضربشون میشه مثبت 4، نمیشه. پس یکیشون منفی بوده، یکی مثبت که از هم کم شده، شده منفی 3، ضربشون هم شده منفی 4. پس این شد تجزیه شده این عبارت. عبارت بعدی رو دقت کنید دوستان. جمله مشترک x نبوده، این جذرش میشه 3x. 3x بوده که به توان 2 رسیده شده 9x2، پس این شد 3x. پس اینجا باید 3x درست کنیم که از ضریبش چیه؟ منفی 1 ضرب در 3x. پس باید دنبال دو تا عدد بگردیم که جمعشون بشه منفی 1، ضربشون بشه 12، میشه منفی 4 مثبت 3. 3 4 تا میشه 12 تا، منفی در مثبت میشه منفی، جمع منفی 4 و 3 میشه منفی 1. پس به همین راحتی تونستیم این عبارت هم تجزیه کنیم. حالا یه سوال پیش میاد، آیا ما اتحادهای مربع رو اشتباه کنیم؟ مثلا A به توان 2 به علاوه 10، A به علاوه 25 رو اشتباه کنیم، از راه جمله مشترک تجزیه کنیم. ببینیم چه اتفاقی میفته. میگیم جمله مشترک A بوده، دنبال دو تا عدد میگردیم جمعشون بشه 10، ضربشون بشه 25. یا 1 25 تا بوده، یا 5 5 تا شده 25 تا. جمعشون بخواد بشه 10، 1 و 25 جمع و منهاش هیچ موقع 10 نمیشه. پس این 5 5 تا بوده، جفتش 5 بوده. نگاه میکنیم میبینیم عبارت A به علاوه 5 این هم شد، یعنی A به علاوه 5 دوبار در خودش ضرب شده، میشه A به علاوه 5 به توان 2. یعنی اگر اتحاد مربع هم با جمله مشترک تجزیه کنید، آخرش به همون مربع میرسید. نگران
نباشید. شما رو به خداوند بزرگ می‌سپاریم، انشالله که همیشه سلامت و پیروز باشید.